دست کربلایت به گوشایت سلایت حسین جانها فدایت حسین جانها فدایت همون هست از آن به سور شینیم مشتاق کازمینیم مشتاق کازمینیم هیهات منت الله هیهات منت الله در آسمان و دریا در آسمان و دریا در کوه و صحرا مو بنده این هر جا هیهات منت الله هیهات منت الله پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات کربلای 5 بار دیگر محاسبات استکبار جهانی را در باره سرنوشت نهایی جنگ برهم زد و آمریکا را واداشت که برای حفظ منافع خود به طور مستقیم وارد صحنه شود تا مگر با اتکا بر ابزارهای پیشرفته جنگی و ایجاد رعب و وحشت ما را از ادامه مبارزه منصرف کند اما حضور آمریکا در خلیج فارس این حقیقت را اثبات کرد که انقلاب اسلامی به عنوان یگان مظهر حق در جهان بزرگترین خطر برای حاکمیت شیطان بزرگ به شمار می آید آنچه پایه های قدرت دروغین استکبار را سست می کند قدرت ایمان است قدرت استکبار که ریشه در کبر شیطانی دارد توهم و فریبی بیش نیست اما قدرت حقیقی از فقر کامل در برابر قادر مطلق سرچشمه می گیرد و سر پیروزی حق نیز در همین جاست اما این که چرا اصلا جنگ خلیج فارس درست شد ما که مثلا تو خرمشهر می جنگیدیم توی اهواز می جنگیدیم موسیقی
در اون ایام وقتی که آقای هاشمی به عنوان جانشین فرمانده معظم کل قوا در اون موقع در منطقه عملیاتی کربلای پنج حدود داشتن و عرصه رو در واقع عراقی ها بر ما تنگ کرده بودن در رابطه با زدن کشتی هامون، زدن پایان های نفتیمون، زدن تأسیسات ساحلیمون. جبهه اصلا روی مملکت باز کرد در دریا. خب تا اون موقع همه توجهات به زمین بود دیگه، همه عملیات ها تو زمین انجام می شد، ولی از 62 نیمه دوم 62 به این طرف یک جبهه در دریا روی مملکت باز کرد کشتی و به طور وسیع کشتی رو مورد هدف قرار می داد. تحت شرایطی بود که کشتی ما دائم داشت مورد حساب قرار می گیره، تحت شرایطی بود که پایان های نفتی ما دائم مورد حساب قرار می گیره، تحت شرایطی بود که هر روز خارک مورد حساب قرار می گیره، تحت شرایطی بود که عراقی ها تا تنگی هرمز قادر بودن بیان و کشتی ما مورد حساب قرار بدن و این نگرانی توسط آقای هاشمی و دیگران به وجود اومده بود که عراق بتونه اون استراتژی خودش رو که در واقع محروم کردن ما از نفت و کلا از خلیج فارس باشه به نتیجه برسونه. دیگه آقای هاشمی اومد گفت که شما هیچ کار نمیتونید بکنید. مثلا از ورود سپاه به مسئله از اینجا شروع شد. به این تحلیل رسیده بودن که نفت ما رو از دور خارج کنن و ما از بهره‌ای که از نفت میبریم برای تأمین تمام نیازمندی های ارزی خودمون، چه برای جنگ و چه برای اداره کشور، ما این رو محروم کنن. برای اینکه این کار هم مثمر ثمر واقع بشه و در بازار نفت جهانی تأثیر نذاره، در یک فاصله زمانی مشخص از لحاظ اقتصادی و از لحاظ بازار مصرف تأثیر نفت ما رو خارج کردن. چطور؟ برنامه‌ای بود که عراقی‌ها به کمک کشورهای غربی و با حمایت آمریکایی‌ها که حالا حمایت اونها رو عرض می‌کنم به طور وسیع تدارک دیدن که وقتی دیدن که جنگ داره طولانی میشه و ماندگار هست این جنگ، بنا رو بر این گذاشتن که جنگ رو از جبهه‌های زمینی به جبهه دریایی به طور وسیع بکشونن، به طوری که عراقی‌ها دو تا از پایگاه‌های هوایی‌شون رو اختصاص داده بودن عمدتاً برای خلیج فارس، پایگاه هوایی شعیبیه، پایگاه هوایی ناصریه. کلیت طرح این بود که خلیج فارس برای ما غیر قابل استفاده بشه، ولیکن برای عراقی ها هم که استفاده زیادی نداره، ولی برای حامیان عراق کاملا امن و قابل استفاده باشه. این زمانی بود که اون برنامه‌ریزی هایی رو که دنیا کرده بود برای عراق که توانمند کنه عراق رو، که هم سد راهی برای ما باشه، هم در خلیج فارس بتونه هر کاری رو که بخواد انجام بده. اهمیت دیگری که خلیج فارس برای ما داشت این بود که ما عمده وارداتمون باید از خلیج فارس صورت میگرفت، صادراتمون هم که نفت بود که همش باید از خلیج فارس صادر میشد. واردات ما چی بود؟ واردات کالا بود و مواد اولیه برای کارخانجات. و اگر شما تصور کنید سالهای اول جنگ رو که بندر امام خمینی بزرگترین بندر ما بود و اون زمان بزرگترین بندر خاورمیانه بود و شاید بشه گفت تنها بندر وارداتی کالاهای غذایی ما بود، مثل گندم
مثل برخی از این اقلام که اینا فقط اصلا تجهیزاتش در این بندر ساخته شده بود و در بندر ما یه سیلوی چند هزار تونی داشتیم که کشتی که می اومد اونجا گندم رو مستقیما داخل اون سیلو تخلیه میکرد و ما این امکانات بندری رو خارج از بندر امام اصلا نداشتیم. مثلا هنوز بندر شهید رجایی در بندر عباس ساخته نشده بود، بندر شهید بهشتی در چابهار ساخته نشده بود، بندر بوشهر که بندر کوچیک بود توسعه پیدا نکرده بود، در سایر جاها هم ما امکانات واردات نداشتیم. در نتیجه خلیج فارس از نظر واردات بر ما اهمیت بسیار بالایی داشت، به خصوص واردات مواد غذایی. دشمن با این تجهیزات امکانات قدیمی ما را از خط خارج کرد و ما در مقابلی قرار گرفته بودیم که یا بایستی مشاهده میکردیم که نفتمون به صفر میرسید، نفت کلن قطع میشد و دستمون بالا میرفت، یا باید یک چیزی رو ابداع میکردیم که ما شروع میکردیم به بازدارندگی و فشار متقابل به دشمن وارد کردن و اون عقب میرفت، که ما این راه دوم انتخاب کردیم. اما در راه دوم باید حالا یه چیزهای جدیدی به کار میگرفتیم که میتونست مؤثر باشه. دلیل این که ما وارد عمل شدیم، سپاه وارد عمل شد، به دلیل این بود که دشمن یک امکانات مدرن و بسیار پیشرفته‌ای رو وارد صحنه کرد و سرعت عملشون ما رو به نتیجه رسوند که نمیتونیم از خلیج فارس غفلت بکنه. لذا به طور جدی اومدیم که این توانایی سپاه رو در اینجا نشون بدیم و ثابت کنیم که مثل خود شروع جنگ اینا در خلیج فارس هم اشتباه کرده. یه نیروی درست مثل تصمیم گیری کربلای پنج به من فشار می آورد که باید این کارو بکنه. در کربلای پنج هم واقعا تصمیم گیری بسیار سخت بود، چون به حال یک عدم الفتح قبلی اگر جمع میشد با این اصلا اینا قابل تحمل برای خیلی ها نبود، اما من مصر بودم که این کار بشه. بلافاصله بعد از عملیات کربلای پنج سپاه در خلیج فارس وارد شد و شروع کرد به انجام تقابل با اون چی رو که عراق در حال انجام بود. معیار قدرت در جهان امروز ابزار است، وان که ابزارهای نظامی مهلکتری در اختیار دارد قدرتمندتر است. اما تسلیحات نظامی ما عمدتاً از ساده ترین تجهیزاتی است که در ارتش‌های دنیا وجود دارد. اگرچه قدرت ما هرگز در تکیه بر ابزارها نیست و با آنها وابسته نیستیم، اما با توکل به خداوند بر ابزار نیز غلبه خواهیم یافت. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ سلامت باشید. خیلی ممنون. میشه یه خودی واسه شما سوال کنم؟ بفرمایید آقا، حالا خدمتتم. شما ان شاء الله میخوام برم ماموریت دیگه، خدا قبول کنم. اونجا که میرین چیکار میکنین؟ کارتون چی اونجا؟ ما برای زدن کشتی‌هایی که به خود آمریکا که میگه ما پرچم‌مون می‌ذاریم، کشتی‌های کویتی که
یا اسکورتشون میکنیم. ما میخوایم بریم نشون بدیم که ما حضور داریم اونجا، هر جای خلیج بگن. بله، اگر آمریکا بخوام با شما درگیرشن چیکار میکنیم؟ آمریکا یه کاری برایشون میاریم که یعنی مسئله اینه که هر کی خواسته میخواد یا قتلگاه بسم الله بیاد اینجا، یه ما خودمون دین ما خودمون که چه سرشون بیاریم. عرضم به خدمتون ما داره میریم انشالله یه تو دهنی محکمی به ابرقدرت ها بزنیم تا دفعه دیگه به این عراق نگن که شما بیا برو کشتیه که میره به طرف جمهوری اسلامی هدف قرار بده. میریم انشالله مقابله به مصر بکنیم. همطور که میدونید دیروز عراق باز مجدداً شرارت کرده تو منطقه، یکی از نفتکش های ما زده. میریم تا انشالله امروز بهش بفهمونیم که بالاخره ما هم اگر اراده بکنیم میتونیم مثل اونا به حساب نفتکش بزنیم، هر چی خواستیم میزنیم، نه تنها نفتکش، اگرم یه روز انشاءالله لازم بشه رزمناواشون هم هدف قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله برکاته. آی گل وی و روی تو را و هر گل وی کنم یاد، آی چو بلبل برکشم از سینه فریاد، آی فریاد، آی مهدوی جای وان زمان. شهید مهدوی مظهر استقامت ما در برابر کید و مکر شیاطین است و ظهور این جوانان که بی محابا دل به دریای عشق زده اند نشانه پایان عصر حاکمیت استکبار و نزدیک شدن دولت کریمه آل محمد صلوات الله علیهم است. همش یاد عزیزای گشته دورم، های های یاد بی جن، های های یاد مجیدم آخی، های ای سینا در گلگون کفنم، چشم ظاهر بین دشمن هرگز وجوه تمایز و تفاوت ما را با خیشتن در نخواهد یافت. او ما را با مقیاس های کمی می سنجد و این چنین هرگز نخواهد فهمید که تفاوت یک سره در این معنا نهفته است که ایمان به معاد ترس از مرگ را از درون ما رانده است. شیطان حاکمیت دنیای خیش را بر ترس و رو بنا نهاده است و اگر کسی از مرگ نترسد دیگر هیچ راهی برای تسلط یافتن بر او وجود نخواهد داشت. آی 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 مروی زمینم یاد تی دوست، آی بی جن جن، آی آی دوست، آی 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 گلستان جبینم یاد تی دوست، آی آی آخی آی 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 آمریکا مظهر اکبر شیطان و دست قدرت اوست و اگر ما با او مبارزه نکنیم یاد خورشید حق در غروب غرب فراموش می شود و شیطان جاودانه کره زمین را تسخیر می کند. معیار قدرت در جهان امروز ابزار است، با آنکه ابزارهای نظامی مهلکتری در اختیار دارد قدرتمندتر است، اما تسلیحات نظامی ما عمدتاً از ساده ترین تجهیزاتی است که در ارتش های دنیا وجود دارد. اگرچه قدرت ما هرگز در تکیه بر ابزارها نیست و به آنها وابسته نیستیم، اما با توکل به خداوند بر ابزار نیز غلبه خواهیم یافت. Thank you.
خداوند همیشه یادتون باشه. خسته نباشید. حال شما خوبه آقا. تبریکم بقیه‌اش. ما این کار بالاخره مدیون زحمات برادر است یه همکاری کردیم. امیدوارم ان شاءالله بشه جبران کنم خدا در عوض میشه. خوشی میشه. یکی دو تا. دو تا شد. شیرین کاشتین. من تو 4 دیدم. اون داشت بچه‌ها. من دیدم. حواش پس شد. همش مصرف شد؟ مصرف کردیم بنزین دو تا بیشتر نرسیم چون ما برای یکی برده بودیم نصف کردیم بالاخره سهمیه دو تاشون دادیم اگه داشتیم بیشتر میتونستیم بزنیم تا 3 تا 4 تا میتونستیم بزنیم خیلی مهمات متاسفانه جان ان شاء الله دفعه دیگه ان شاء الله بالاخره جوی آمریکا تو خلیج فارس نیست اگه میگم دوست داریم میگیم باشه پرنده براتون بیارم مجددا داریم ما دوست داریم خدا شده شی یعنی شی دیگه ما عرض میکنم برادران متاسفم که فقط چی گوشت به من طرف نشتا 4 امروز بنزور 5 گیرنا کردن سلامتی به پیروزی رزمندگان اسلام صلوات محمد صلی محمد برای تو چیکار کردن؟ رفتن خاموش دعوت به من کجا؟ طرف نشه چهر سمت غرب از ساعت 14 تا 15 و 30 دقیقه 6 تا هواپیما دو تا هواپیما دو تا خلبان هم گرفتن بعد برای تجسس اون 4 تا خلبان دیگه هم هنوز ادامه دارن سلام علیکم سلام علیکم خسته نباشید متشکرم عرض خوبه شما سلام سلامتی علاقه رشتین خلاص خدا یاری کن چه خبر سلامتی خبری نیست خب میدونید که شما خودتون با من بودید بعد رفتیم اونجا به خاطری که به آمریکا نشون بودیم که بالاخره دیگه جاشت خریج فارس نیست رفتیم یک کشتی بزنیم ولی الحمدلله خدا رسان دو تاش زدیم و آماده که بیشتر هم داریم انشالله و آماده هستیم که بیشتر هم اینجا شکار بکنیم سمت شما چی بود تو سفر؟ جاها؟ این ماموریت سمت شما چی بود؟ اگر خدا قبول بکنه من خدمتگزار برادرها بودیم مسئول بود خیلی از مواقع جالب بود وقتی که عملیات مقاومت مثل یه مقداری توسط سپاه اوج گرفت آقای هاشمی بعد از نیم ساعت که به سپاه میگفت که عملیات مقاول مصر علیه اهداف مربوط به عراق انجام بدید بعد از اینکه عراق عملیات رو انجام داده بود شاید بعد از نیم ساعت باز تماس میگرفت که ببینه عملیات اگر انجام شده بگه که کفایت میکنه چون ایشون روشکارا میدونستن که ما در یک گستره به این پهنا به داخل خلیج فارس میریم و با همون گستره قادر برسیم که در هر جا کشتی میبینیم مورد حسابات قرار بدیم کشتی هایی که مشخصا معلوم بودن و نقش مستقیمی رو در تدارک رسانی به عراق انجام میدادن چه در آتبا تدارک رسانی مستقیم سلاحی و غیر سلاحی و چه در تدارک رسانی از لحاظ صدور نفت عملیات مقاول مصر به این حالت اوج خودش رو گرفت که امریکایی‌ها به مرور داشتن شاهد این می بودن که اون چیزی رو که براش به خلیج فارس اومدن داره نقض میشه و این نقض شدن دائمی شده یعنی این که عراق دستش باز باشه که هر کاری میخواد بکنه امریکا در منطقه باشه که ما نتونیم مقابله بکنیم نه تنها این داره مؤثر نمیشه بلکه کاملا داره صحنه عوض میشه امکاناتی رو وارد صحنه کردیم که اینو اصلا روش فکر نکرده بودن امکان نداشت اینو از قبل اینو تو معادلاتشون داشته باشن خودشون به صراحت گفتن که ما فکر نمی کردیم با این پدیده مواجه بشیم لذا اینا تصمیماتی که گرفته بودن در یک شرایط عادی وقتی با این عمل انجام شده واقع شدن تا اومدن تصمیماتشون رو عوض کنن دیگه نمیتونستن به خوبی از این بحران خارج بشن چون اصلا هیچ نوع آمادگی نداشته بودن که اصلا احتمال نداده بودن که ممکنه ما با یه شیوه جدید با اینها مبارزه رو شروع کنیم وقتی هم شروع کردیم کار ما خب مشکلات بین المللی ما داشتیم چون دشمن میومد خودش رو تحت پوشش کشورهای حاشیه خلیج فارس مخفی میکرد با پرچم اونها حرکت میکرد یا ناوهای آمریکا تحت عنوانی که ما داریم از امکانات کویت و عربستان دفاع میکنیم در حالی که کشتی‌های عراقی در پوشش و حمایت اونها حرکت میکردن لذا ما با یه مشکل خیلی سختی مواجه بودیم که باید بجنگیم ولی یه جنگ خاص یه جنگی که بایستی اصول دیپلماسیشو باید تعریف میکردیم و برای اولین بارم تقریبا این جنگ اینطوری تعریف شد مثلا توی عرف بین‌الملل
که یه جنگی بود در صحنه ظاهر میشد اما خیلی مسائلش قابل بیان و گفتن نبود، فقط طرف میفهمید که بحث جدیه و ما این رو به دشمن نشون دادیم که مسئله ما جدیه و میتونیم کارن. البته برنامه‌های خیلی زیادی بود که دشمن خب شاید فهمید و ادامه نداد. برنامه‌های خیلی جدی علیه آمریکایی‌ها بود. دقیقاً جمله‌ای رو که غربی‌ها تو این ایام به کار گرفتن در رابطه با وضعیت ما این که این جنگ میتونه غالب و مغلوبی داشته باشه و مسلماً عراق غالب این جنگ نیست. به لحاظ انادی که با ما داشتن حاضر نبودن بگن که ما غالب این جنگ هستیم. میگفتن که غالب این جنگ عراق نخواهد بود. شهر آیت الله طالقانی از حمید است. دستور واسه چه کاری اومد اینجا؟ دستور بر مبنای پیام اخیر امام برای حضور همه اقشار ملت در صحنه برای جلوگیری از ورود آمریکای لعین به آب‌های خلیج فارس. که این هوای گرم واسه اومد اینجا. اومدیم برای که با آمریکا بفهمونیم که اینجا خیلی کوچکتر از اونه که بتونه در مقابل نیروهای اسلام بیسته. حسن باش. حال شما خوبه؟ کجاست برادر؟ اینجا بندر آباد. شما واسه چی اومدین اینجا؟ اومدیم تا بریم از خلیج فارس دفاع کنیم از کشور. بچه کجا هست شما؟ ما بچه طرف کرمان. سلام. سلام. از کجا هستم شما؟ از تهران. هوای خنک تهران واسه چی ولی اومدین اینجا؟ خاطر پیام امام. اینجا کجاست؟ اینجا خلیج فارس. بندر آباد. حاجی هم سلام علیکم. سلام علیکم. حسن باش. خوبه. از کجا اومدی برادر جان؟ از ورامین، تهران ورامین. محفظ باش. تو این هوا به این گرمی شما با این سن زیادی واسه چی اومدی اینجا؟ واسه کی اومدم؟ بله. اولا به حول قوه خدا اومدم، دومی به فرمان امام اومدم، سومی به دستم که اومدم که به امید خدا کفار رو نابود کنیم، مستضعف ها برای ما تا ابد راحت باشه. اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. جهان در آستانه تحولی عظیم قرار گرفته است. وقتی مؤمنین بر محور ولایت اجتماع کنند، آنچنان منبعی عظیم از قدرت دست خواهند یافت که هیچ نیروی دیگری در سراسر جهان با آن یارای رو در روی ندارد. سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوشدار. اگر سحر فرعونی توانست بر معجزه موسوی غلبه کند، آمریکا نیز خواهد توانست با تسلیحات پیشرفته خیش بر ایمان ما چیره شود. قدرت حقیقی اینجاست، چرا که دست خدا با جماعتی است که بر محور حق گرد آمده اند. با این معیار بسیج قدرتمندترین ارتش دنیاست. اگر کسی در جستجوی مصادیق کاذب قدرت باشد،
آن را در میان بسیجیان نخواهد یافت. آنها آرتیست های دروغین سینما، هرکول و سامسون و یا جیمز باند و سوپرمن نیستند. آنها هم مثل من و تو کارگر و کارمند، دانشجو و دکاندار هستند و قدرتشان نه در موهای بلند و بازوهای کلفته است و نه در بالهای آهنین و پاهای الکترونیکی، در ایمان است. مستضعفین سراسر عالم در خواهند یافت که قدرت حقیقی تنها در وحدت ایمانی نهفته است و راهی جز جهاد مسلحانه برای دست یافتن به عدالت وجود ندارد. آنگاه حقیقتی که در نام بسیج مستضعفین نهفته است به تحقق خواهد پیوست و همه مظلومان برای مبارزه با ظلم لباس رزم خواهند پوشید و به صحنه نبرد خواهند آمد.